رضا رضایی آذرخش افتخار و غرور خلق در آسمان تیره ایران اختناق زده. ای هموطن، طریقت تاریک بود، من با خون خود چراغ رهت برفروختم. دیدی تو راه می روی امروز با شتاب، من نیز مفتخر که در این راه سوختم. شیری که در شب دیکتاتوری می قرد، ستاره‌ای که در ظلمت آسمان‌ها به تاریکی های تو در تو می خندد، آذرخشی که کوهستان را می لرزاند و ببری که در دل کوه کفتارهای ترسان و لرزان را به وحشت می اندازد، گلی که به شور زار داغ و خشک سال و قحط پوزخند می زند و برگهایش را می گشاید. همه و همه در وصف انسان پیشتازی است که در خفقان دیکتاتوری که وحشت سراسر جامعه را گرفته، زندگی مخفی اختیار کرده و برای آزادی مردمش جنگ و نبرد را آغاز می کند. به جملات خودش گوش کنیم که در نامه به مادرش چه می نویسد. جنبش به جاده اصلی خودش افتاده است و سرانجام پیروزی حتمی از آن ماست. اگر بنا باشد که در جهان ستم پیروز شود، اگر بنا باشد که در جهان این همه شهامت و انسانیت پوچ باشد، پس باید فاتحه این جهان را خواند. ولی حرکت تاریخ درست عکس این مسئله را نشان می‌دهد که پیروزی در لفاف سختی ها و رنج ها و فداکاری ها و شهادت ها پیچیده شده است. ما هم از روز اول انتظار نداشتیم که دشمن در یک صبح روشن با دست خودش تسلیم شود و در مقابل اراده انقلابی خلق زانو بزند. ما زمانی انتظار پیروزی داریم و شاهد آن خواهیم بود که همه سرزمین ما از خون پاکترین و فداکارترین فرزندانش سرخ و سیراب شود. امروز دیگر امید ما به پیروزی امید موهوم و دروغ نیست. درست خلاف آنچه که عافیت طلبان تصور می کنند، دشمن با تمام وحشیگری هایش و جنایاتی که در این مدت مرتکب شده، نه قدرتش را بلکه ضعف و زبونیش را نشان داده است. رفقای مجاهد ما همچون شیر قرآن بر دشمن یورش می برند. امروز هر جوان ایرانی که تاریخ مبارزات اخیر میهنش را میخواند، در دهه 50 به ستارگان درخشان پیشتاز میرسد. نامهایی که از محمد حنیف نژاد شروع میشود و تا ناصر صادق و محمد بازرگانی و فاطمه امینی و دهها چریک جان برکف مجاهد و فدای دیگر ادامه مییابد. و مجاهد شهید رضا رضایی یکی از قهرمانان آن سالهای اختناق زده است. مجاهد شهید رضا رضایی در سال 1349 به عضویت کمیته مرکزی سازمان مجاهدین درآمد. در سالهای پس از ضربه شهریور سال 50 که سازمان مجاهدین خلق ایران با انبوهی از مشکلات روبرو بود، نقش تعیین کنندهی در بازسازی تشکیلات سازمان و پیشبرد امر مبارزه در آن شرایط حساس ایفا کرد. او در جریان ضربه شهریور ماه سال 50 ساواک شاه به سازمان مجاهدین دستگیر شد، اما در زندان ضمن تماس با سایر اعضای مرکزیت و مسئولین سازمان، اطلاعات و تجارب آنان در زمینه بازجویی و تاکتیک‌های ساواک علیه مجاهدین را جمع‌آوری نمود و با فرار قهرمانانش از چنگ دشخیمان آن تجارب را
دستمایه هدایت سازمان در بیرون زندان قرار داد. طرح فرار رضا رضایی از چنگ سواک در یک هماهنگی حساس و خطیر میان مجاهدین زندانی و مجاهدینی که در بیرون زندان بودند تهیه شد و به مدد هوشیاری و کارایی فوق‌العاده رضا به اجرا درآمد. فرار مجاهد قهرمان رضا رضایی برای مجاهدین نتایج مثبت بسیاری را به بار آورد، زیرا حضور رضا در میان مجاهدین خلأ رهبری در خارج زندان را پر نمود و این امکان را فراهم ساخت که مجاهدین به سرعت سازمان را سامانی جدید ببخشند. اما در روز 25 خرداد سال 1352 رضا رضایی در جریان یک درگیری نابرابر با مزدوران سواک شاه خائن به شهادت رسید. شهادت رضا برای مجاهدین ضربه بسیار مهمی بود، ضربه‌ای که آثار آن در سالهای بعد بیشتر و بیشتر بارز شد، چرا که پس از شهادت رضا بود که اپورتونیست‌های چپنما توانستند آن ضربه درونی را بر مجاهدین وارد کنند و پس از آن ضربه خائنان چپنما بود که جریان راست ارتجاعی توانست سر برآورد و از دل آن نیز خمینی فرصت را غنیمت شمرده و انقلاب مردم را برآورد. با همه اینها، اگرچه در تاریخ دهه 50 در مورد آن روز نوشتند رضا رضایی در درگیری با سواک شاه به شهادت رسید، اما حقیقت آن است که رضا رضایی حضوری بیشتر از پیش یافت، حضوری در کنار شهیدان بنیانگذار و سایر اعضای مرکزیت مجاهدین که به قول پدر طالقانی از خونشان سیلاب ها برخاست. و سرانجام 5 سال پس از شهادت رضا به سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی انجامید. حضوری که در نسل‌های خروشان بعدی نیز تبلور یافت، به گونه‌ای که در پرتو رهبری پاک بازانه و با درایت تنها یار بازمانده حنیف از میان اعضای مرکزیت مجاهدین، جنبش را به شاهراه یک مقاومت پایدار و پرتوان و سراسری بازگرداند. مقاومتی که با عبور از سرفصل‌های مثل تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران، امروز سرفراز و سربلند در آستانه فتح قله پیروزی نهایی برای برقراری آزادی و حاکمیت مردمی در میهنمان ایران است. آن روز که رضای قهرمان به شهادت رسید، فلسطینیان در مجله فلسطین از ثوره، ارگان سازمان آزادی بخش فلسطین، 2 بار عکس رضا را چاپ کردند و مطالبی درباره مجاهدین و جنبش مردم ایران نوشتند. خبرگزاری فلسطینی وفا طی یک خبر و گزارش مفصل شرح حال و اقدامات انقلابی رضا رضایی را نقل کرد و در پایان نوشت خبرگزاری فلسطین احساسات گرم و آتشین خلق فلسطین و مبارزین فلسطین را نسبت به شهادت مجاهد ایرانی رضا رضایی اعلام می‌دارد. در سالگرد شهادت رضا رضایی به این ستاره پیشتاز راه گشایی نبرد تا به آخر درود می‌فرستیم.